سرخط خبرها. ببر شمال افغانستان با نیروهای تحت امرش وارد غرب افغانستان می شود. احمد مسعود در سالگرد عبدالعلی مزاری. گروه طالبان در پی ایجاد فتنه و نفاق در میان نسل جدید است. استخبارات طالبان در ننگرهار یک سراف را کشته است. و عبدالرحمن فدا سرپرست کنسولگری طالبان در دبی شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. احمد مسعود در سالگرد عبدالعلی مزاری. گروه طالبان در پی ایجاد فتنه و نفاق در میان نسل جدید است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، به مناسبت سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی، گفته که باور استبدادی طالبان هنوز هم تغییر نکرده است و این گروه برای ادامه حکومت استبدادی خود در پی ایجاد اختلاف، فتنه و تفرقه در میان نسل جدید است. آقای مسعود روز دوشنبه 22 اوت با نشر یک نوار صوتی به مناسبت 28مین سالگرد کشته شدن مزاری گفته است که پیروزی مبارزه بر حق مردم نیازمند اتحاد است. وی افزوده است اتحاد و انسجام ما امروز برای تحقق آرمانهای شهدای ما، علل خصوص آرمان شهدای چون استاد مزاری که امروز در سالگرد شهادتش قرار داریم، امر لازمی و واجب است. رهبر جبهه مقاومت ملی آقای مزاری را صدای رسای مبارزه علیه استبداد خوانده و افزوده است که طالبان به عنوان یک گروه استبدادی به دلیل اینکه ادامه فعالیت‌های او را برای خود خطرناک می‌دانستند، حذفش کردند. مسعود تصریح کرده است استاد مزاری برای بیداری نسل جدید و فردا مبارزه و تلاش فراوان انجام داد. او با شجاعت بی‌نظیر و عزت نفس تا پای جان برای مردم و میهنش جنگید. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به اینکه عبدالعلی مزاری با درک اوضاع افغانستان از هیچ تلاش برای برقراری عدالت کوتاهی نکرد افزوده است مزاری با درک عمیق از تاریخ سیاسی کشور نیاز به مبارزه و نبرد با ظلم و تبعیض و نابرابری تمام تلاش خود را به کار برد و برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی برابر از هیچ تلاش دریغ نکرد. او اعتقاد داشت همه اقوام باید از حقوق یکسان برخوردار شوند و در ساختار قدرت سهم فعال داشته باشند. نام برده در بخش دیگر از پیام خود، خطاب به هواداران عبدالعلی مزاری، احمد شاه مسعود، برهان الدین ربانی و دیگر چهره های سیاسی تاثیرگذار افغانستان که در 30 سال اخیر به دست طالبان یا گروه های متحد این گروه کشته شدند، گفته است راه درست زنده نگه داشتن یاد شهدا و اتحاد و اتفاق و پیروزی کردن مقاومت و ایستادگی مردم افغانستان است. گفتنی است که عبدالعلی مزاری در اوسط ماه حدود سال 1373 به اسارت طالبان درآمد و در 22 همان سال به دست این گروه کشته شد. استخبارات طالبان در ننگرهار یک صراف را کشته است. برادر یک صراف کشته شده به نام حاجی راجولی در ولایت ننگرهار استخبارات طالبان را به قتل برادرش متهم کرده و از رهبران طالبان در این مورد خواستار پاسخ شده است. انجینر رحمت ولی، برادر صراف مقتول، روز دوشنبه 22 اوت با انتشار یک نوار تصویری گفته است 2 هفته پیش ریاست استخبارات طالبان در ننگرهار برادرم را با خود بردن و چند روز پیش جسد او را تحویل دادن. او افزوده است به خدا قسم او با نظامیان سابق یا کسی دیگر ارتباط نداشت. بگذارید سران طالبان جواب کشتن او را بدهند، وگرنه در روز قیامت دست من و گریبان آنها خواهد بود. به گفته او طالبان ابتدا تقاضا کردند که شما را از موی سپیدان را با خود ببرند و زندانی را آزاد کنند، اما وقت اعضای این خانواده می روند طالبان با آنها می گویند که زندانی خودکشی کرده است و آنها می توانند جسد را از شفاخانه تسلیم شوند. مقام های محلی طالبان در ننگرهار و اتحادیه صرافان این ولایت تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. این در حال است که شمار از صرافان در ننگرهار
استخبارات طالبان را به گرفتن باج از آنان و آزار و اذیت صرافان متهم می کند. عبدالرحمن فدا سرپرست کنسولگری طالبان در دبی شد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که عبدالرحمن فدا رئیس تشریفات این وزارت به جای مسعود عزیزی به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی مقرر شده است. وزارت خارجه طالبان با نشر مکتوبه گفته که خدمت عزیزی به پایان رسید و عبدالرحمن فدا جای او را گرفته است. این در حال است که پیش از این ایران، ترکیه، چین و روسیه نماینده های طالبان را به عنوان دیپلمات و سرپرست نمایندگی های سیاسی و کنسولگری افغانستان پذیرفته بودند. ببر شمال افغانستان با نیروهای تحت امرش وارد غرب افغانستان می شود. یک منبع از درون جبهه مقاومت: امیر اسماعیل خان حدود 2500 جوان را در چوکات جبهه در جنوب غرب کشور جذب کرده است و رهبری این جبهات را خودش بر دوش دارد. قرار است در بهار پیشرو حملات جبهه مقاومت در غرب کشور آغاز شود. طالبان در خوست یک نظامی پیشین را بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت خوست از بازداشت شدن یک افسر امنیت ملی حکومت پیشین در این ولایت خبر می دهند. منابع از این ولایت روز دوشنبه 22 اوت گفتند که گلهمت خیل، مدیر امنیت ملی ولسوالی صبری ولایت خوست در حکومت پیشین، روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شده است. منابع افزوده است که نظامی پیشین پس از سقوط نظامی پیشین به ایران پناه برده بود و به تازگی به کشور بازگشته است. این نظامی در قید نیروهای استخبارات طالبان قرار دارد. طالبان گزارش سازمان ملل درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. وزارت امور خارجه طالبان روز جمعه 19 میزان با انتشار اعلامیه برخی از موارد ذکر شده در گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان را رد کرد. در این اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان مدعی شد که حضور 23 گروه تروریستی در افغانستان و نیز سرکشی طالبان از دستور عفو عمومی خلاف واقعیت است. رئیس یونما و نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه گزارش 3 صفحه‌ای درباره وضعیت افغانستان به دبیرکل سازمان ملل متحد را ارائه کرد. در این گزارش برخی از دستاوردهای طالبان در زمینه‌های اقتصادی و تأمین امنیت کارگران سازمان‌های امدادرسان اشاره شده است، اما پیشتر بخش‌های این گزارش بر نقض صریح حقوق زنان و حقوق بشر تمرکز دارد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.